با درودهای فراوان، 12 اکتبر زمستانه، ولی در ایران به خاطر این خیزشی که در گرفته و همه خیابان‌ها به اختیار یعنی به تسخیر جوانان به خصوص در اومده، واقعا میگیم که همچنان بهار در ایران ادامه داره. اما بریم به سوی یک ویدیو که میبینید ویدیوی روس هست. ببینید این ویدیو رو به این مناسبت ما نشون میدیم. دختران ایران هم اینا که در مدرسه عکس های دو تا جنایتکار خامنه ای و خمینی رو گذاشتن و اونها رو لگدبال میکنن. سه‌شنبه در واقع روز جهانی دختر بود در سراسر جهان و به همین مناسبت در خیلی از کشورها از جمله ببینید این دستای زیبا چجوری که روی همدیگه گذاشته شده و لحظه قوی برای این هست که به این رژیم بگن که نه به جمهوری اسلامی. و همونطور که در راه بیمایی پاریس هم مردم شعار دادن گفتن خامنه ای برو گم شد. در سپتامبر 1995 به مناسبت چهارمین کنفرانس جهانی زنان نمایندگان 189 دولت و بیش از 30,000 فعال از سراسر جهان بیانیه پکن و پلتفرم اقدام رو تصویب کردند که متنی نمادین از مبارزه برای برابری جنسیتی و رهایی زنانه. زنان این متن رو همچنین این متن احترامی است به حقوق دختران. حقوق دختران که در ایران پایمال شده. الان می‌بینید چقدر از دختران ایران در همین رویدادهای واقعا برای آزادی ایران جانشون رو از دست دادن. مهسا امینی، نیکا، حدیث، اینقدر زیادن اسم این دخترها که واقعا ما باید بگیم این جشن دخترها در سراسر جهان جشن همین دخترانی بود که برای آزادی به میدان آمدن و به هر حال خون اونها خیابانها رو رنگین کرد. هرچند رژیم سعی کرد که یه جوری این مسائل رو ماسمالی بکنه و به هر حال باید بپرسیم که این جشن کی به خونه ما میرسه بعد از سرنگونی این رژیم کودک کش و واقعا نوجوان کش. مهسا، نیکا، حدیث، سارینا و یادی از سحر خدایاری دختر نوجوانی که خودش را آتش زد. و به هر حال اینها مسائلی است که هیچ وقت از یاد نمیره. از یاد هم نمیره که کمتر از یک ماه به جام جهانی فوتبال قطر داریم. جام جهانی که خودش خیلی حرف داره از نظر حقوق بشر، از نظر زنان و از نظر حقوق همجنسگرایان. اما این 4 هفته از قیام خونین مردم ایران میگذره. زنان و مردان ایران خیابونها رو تسخیر کردن و خواب رو از چشم دیکتاتور رو بودن. ایران برای پس گرفتن کشورش از یک رژیم نکبت و ضد ایرانی و ضد زن همچنان ادامه میده. هر کدوم از ما در این مبارزه سهمی داریم. سهم ورزشکاران و به ویژه بازیکنان فوتبال در پیروزی قیام و آزادی ایران چیست؟ خب ورزشکاران ملی پوش چون علی کریمی، علی دایی و ده ها ورزشکار دیگر ایرانی در این مبارزه دلاورانه به خیزش مردم و دفاع از حقوق زنان ایران پیوستند که به هر حال نام اونها همچنان جاوید خواهد ماند. واقعا ورزشگاه‌هایی را باید به نام اونها گذاشت. ورزشکاران و بازیکنان ملی پوش ایران به شما میگویم محبوب بودن مسئولیت میاره. در آستانه جام جهانی قطر هستیم. قطر که بدترین عملکرد رو در زمینه حقوق بشر داشته، زنان، همجنسگرایان. بسیاری از بازیکنان سرشناس و کشورها این جام جهانی رو تحریم کردند. آیا حاضرید شما زیر پرچم تهوع‌آور و آلوده به خون مردم ایران به ویژه جوانان این کشور به میدان برید و سرود تقلبی اون رو بخونید؟
در دو بازی دوستانه اتریش همزمان دیدید، همزمان با خیزش سراسری مردم ایران شما دیدید هنگام پخش سرود ننگین این رژیم جهل و جنایت بجز یکی دو تن بقیه با سرهای افکنده سکوت کرده بودند. من به شما توصیه میکنم تمرین ها رو ترک کنید، به خیزش مردم ایران بپیوندید، به جوانانی که ایران فردا رو اداره خواهند کرد. امروز سراسر ایران جدال و جنگی است با اهریمن، با ضحاک، ضحاک زمانه که دستش به خون هزاران نوجوان و دختر ایران واقعا آلوده است. در پایان این برنامه با یک سرود شما رو همراهی میکنیم، بدرود میگیم به شما. به هر حال یه شعرم از شعری هم گفته وریا غفوری، گفته ای شادی ای آزادی، ای شادی آزادی، روزی که تو بازایی با این دل غم پرور من با تو چه خواهم کرد. من فکر میکنم جشن خواهیم گرفت، کشورمون رو خواهیم ساخت. به هر حال به وریا غفوری عزیزم میگم که آزادی نزدیکه، همبستگی، اتحاد، زنده باد ایران. با شما هستیم، صدای شما هستیم، همراه علی کارگردانمون و رضا. به این سرود گوش کنید که واقعا این نشون دهنده غیرت و همت نوجوانان و جوانان ایرانی دختر و پسر هست. زن، زندگی، آزادی. به نام دختران سرزمین آفتاب، به نام رهروان حق، به نام انقلاب، به پاس خون صبح، به رای زندگی، قسم به ظلم رفته بر تن زنانگی. گذر کن از تمام روزهای قرد خواب، گذر کن از تمام لحظه های استرام، ز فوق بندگی به شوق زندگی، برون شو از جهان سرد.